سلام، به برنامه میهن من با من اتقلایتیش خوش آمدید. افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا در ولایت تخار در چی وضعیتی قرار دارند؟ آیا حکومت محلی تخار آنچی را که این افراد می خواهند با آن رسیدگی کرده است؟ در این گزارش به این پرسش ها می پردازیم. خودم معلول هستم، بچه هم شهید هست، نه شهید من میتر، نه معلول من میتر، بل یاد خدا همی هم گف هست. بر اساس معلومات آمریت امور شهدا و معلولین تخار، تعداد افراد دارای معلولیت هم از ملکی و نظامی به 12217 نفر می رسد و نیز 7300 نفر از شهدای نظامی و ملکی ثبت این اداره شدند. اکثریت افراد دارای معلولیت در تخار قربانیان جنگ های 40 سال اخیر در کشورند. این معلولین که بیشترشان نانوران خانواده هایشان بودند، حالا توان انجام کارهای شاقرانه دارند و میگویند نهادهای حکومتی کار چشمگیری برای پشتیبانی و کمک به آنها نکرده است. سال آخر شده 8 ماه که من میرم میایم، پیسه ما درنگ ندارم. ما داشته باشم در زمستان چی میگنم؟ یگانه گفتنی ما از حکمای بالا همید که حق ما داده شود. مشکل ما را نادیده نگیرند. مشکلاتی که ما در ولایت داریم فقر و بیکاری و بی‌بضاعتی معلولین است. کمبود بودجه هم اصالت در ارگانهای دولتی است. عدم آگاهی دولت از قانون معلولین است. تبعیض در میان معلولین، اینکه خود دولت با وجود آورده یک نوع تبعیض که یک تعداد معلول ملکی و یک تعداد معلول نظامی که امتیازشان فرق میکنه و همچون کاریابی و کارگماری برای معلولین، راجی سازی معلولین، استخدام معلولین در دوره دولتی، ایست از مشکل های عمده و چالش هایی که ما در ولایت داریم. عدم پرداخت حقوق و امتیازات سالانه معلولان به وقت زمان آن از سوی حکومت موضوعی است که همواره نگرانی افراد دارای معلولیت را برانگیخته است. ما بار بار به حکومت محلی تخار و به مرکز، به وزارت شهدا و معلولین مراجعه کردیم، براشان گفتیم که معلولین و وارثین شهدای ما از حقوقشان باز مانده به تعداد 1500 2000 الا 500 نفر باز مانده و ما هم کدبی برایشان پیشنهاد کردیم و هم شفایی، تا به هنوز اینا رسیدگی نکردن. به این قدر معلولی که اعضای بدن شیرین خدا از دست داده رسیدگی نمیشه و برایشان امتیاز و حقوقشان به وقت زمان داده نمیشه. حکومت مشکلات زنان دارای معلولیت در ولایت تخار بسیار زیاد است، به خصوص معلولین. حقوق و امتیازات معلولین در ادارات دولتی هیچگاهی تطبیق شده نمیتواند. باید از تمام حقوق و امتیازات اساسیشان برخوردار باشند. به عنوان یک انسان، اگر به عنوان یک معلول از حقوق اساسی برخوردار نیستند، باید به عنوان یک انسان از حقوق اساسی برخوردار باشند. مسئول هستند، در رأس همین کار قرار دارند. باید مردم ایتری آزار و اذیت و آزار نتن. برو پگا بیا، برو پگا بیا، برو پگا بیا. اگر ده مرتبه هم که بیایم با ما کسی چیزی نمیده. در حالی که حکومت بیشترین افراد دارای معلولیت را تحت پوشش کمک‌های مالی خود قرار داده، اما آنان این کمک‌ها را بسنده نمی‌دانند. رایالش دریست که ما یک تعداد وکلا در پارلمان داریم، اونا باید توجه بکنه، اونا باید غفلت نکنه، رای برای از دادیم، اونا را ما وکیل ساختیم، وکیل شدن از برکت همین ملت مظلوم تخار، اونا رفتن در کرسی در مرکز شیشتن، باید از شهدا و از معلولین باید با خبری بکنن، باید بروند مثل ما شما باریم در خانه شهدا بگرده، در خانه معلولین بگرده که اونا در چی حال قرار دارن، در چی حالت قرار دارن.
دیگه اینمی باید رای حلش نیست که ما برای جمهور رسیدن نمیتونیم. ما نهادهای اجتماعی چی بکنیم؟ با وکیل صاحب با هر کدومش ما ده ها بار تماس گرفتیم که وا وکیل صاحب سال مالی رو به ختمی است، قیما همکاری کو، برین پیش وزیر، برین پیش رئیس جمهور، برین دیگه ولایت ها خلاص شده. تخار هر سال مانده رئیس سال 2000 3000 4000 نفر هر سال از سال 96 تا 99 تخار ماش مانده رئیس. در کنار سایر مشکلات اقتصادی، افراد دارای معلولیت از تبعیض و برخوردهای توهین‌آمیز برخی افراد در اجتماع رنج میبرند. رحمدین قلق میگوید از نگاه های تحقیرآمیز سخت رنج میبرد. یک تعداد مردم اینا به القابای زشت نامگذاری میشه، این بسیار متاثر کننده است. معیوبیتی از این، معلولیتی از این، یک بسیار گپی جدا هست و القابای زشت که مردم برای از یاد دادن میتن، من معیوب صدا میکنن، در اصل درست نیست. باید ما اونا را بسیار قدر بکنیم، احترام بکنیم. در میان این همه ناباوری ها هستند معلولانی که به اثر مبارزه و پشتکار به موقف دولتی رسیدند و برای همقطاران خیش خدمت می کنند. محمد نادر جلالی مشاور والی تخار در امور شهدا و معلولین است. وی از توجه و تلاش های دولت ابراز خرسندی می کند. تشکر میکنم از رئیس جمهور که یک بسته به نام مشاوریت مقام ولایت در امور شهدا و معلولین ایجاد کردن، ما را به این سمت گماشتن. از روزی که ما در مقام ولایت آمدم در حد توان ما یک تفاهم‌نامه را داشتم از آدرس مقام ولایت با دانشگاه پیمان که تا حال حدود 150 نفر از ورثه شهدا را، فرزندای معلولین را، خود معلولین را اونجا با 50% تخفیف معرفی کردیم. هر معلولی که به دروازه مقام ولایت مراجعه کرده، در هر موردی که بوده ما در حد توان تانستیم همکاریشان کنیم، حداقل زینه ارتباط بین رهبری ولایت و معلولین عزیز بودیم. ورثه شهدا در ولایت تخار در چی وضعیت قرار دارند؟ میلیون ها مادرها را در بوده میگم شانده، میلیون ها مادرها را سرگرد. آمارها نشان می‌دهد که در چند سال پسین در کشور هزاران تن به دلیل جنگ‌ها جان‌های شیرینشان را از دست دادند که از آنان قربانیان و بازماندگان زیادی باقی مانده است. مجاهد می‌گوید برادرش عبدالحبیب سرباز پیشین پلیس تخار حدود 18 سال برای دفاع از کشور تلاش کرد و سال پار در یک جنگ رویارویی با مخالفان دولت شهید شد و از او 4 دختر و 2 پسر باقی مانده است و اکنون برادرزاده هایش در خانه کرایی در یک وضعیت بد اجتماعی بسر می برند. خسته میشیم. چه پدر شهید شدن، چه بابام تن میکنند، لغانه چه نمید. طفلای هستن 6 از برادر کلام، 6 تا طفل مانه، 2 پسر 4 دختر. پسر کلام شنین بچه یکی هست که تا هنوز ما هر لذت از دیدن از یا رنج میبریم، از دیدن از یا بسیار خسته میشیم. هر لذت طرف از یا سعی میکنم حق به چشمان من جاری میشه. دولت هنوز هیچ توجه بر ما صورت نگرفته، یعنی تقریبا 2 سال بیشتر میشه، 2 سال کمتر میشه، 2 سال میشه یک اتانی به ما دولت تا هنوز کمک نکرده. سال 1398 129000 پیسی از اینا باقی ما تا هنوز هم برای ما تا هنوز ندادن. مشکلات زیاد ما داریم. حتی ببین خانه های هستن، خانه هایشان رو ببینید شما، حالت خانه رو ببینید، زندگیشان رو ببینید، بسیار با حالت یک خراب زندگی میکنه. خلاصه ما خود ما توانی را نداریم، حتی توان خود نداریم ما مصارف خود بکنیم، با اینا چطور پیدا بکنیم. مشکلات زیاد است. فعلا حولی ما کرایه است، ما می توان عزیز نداریم که در یک حولی 5000 یا 6000 کرایه بدیم. همین فصل زمستان است، چوب نداریم دیگه، برنجی چیزا نداریم. خواست مامی است که به ما یک رسیدگی بکنه و یک کمک بکنه. منظوره میگوید پدرش همیشه وی را به درس و تعلیم تشویق میکرد، اما با شهادت او درس برای وی یک رویا شده است، رویایی که
گویا یک جا با پدرش به خاک دفن کرده است. پدرم به ما تاکید میکرد که درس بخونین، چی به مکتب غیرزلی نکنین. هم قسم گپره میگو خواستمانی است که به ما کمک کنه، یک ذره به ما کمک کنه دیگه درس بخونیم. شیما خانم نصرالله، مشهور به قماندان امنه، افسر پیشین پلیس تخار است. میگوید شوهرش حدود 20 سال برای دفاع از مال و جان مردم تلاش کرد و در این راه شهید شد، اما دولت برای دستگیری بازماندگان او کمتر توجه کرده است. ولی کسی نداریم که یک میده کمک کنه، نه دولت خواهش میکریم نه کمک کنه، نه دیگه هیچ رسیدگی کنه نتانسته. یعنی تفلاقتی خواستیم دیگه، توکل به خدا دیگه، چیزی که خداوند کنه. هیچ چاره نداریم دیگه، یک سیاسر آدم هستم دیگه. خب رفیم دم آشد که شهید شدن شده، یک کسی ما نداریم که سرپرستی ما رو بکنه. بچه های کلان نداره، کلش سیاسر میداش که بچه هسته و کلانهاش سیاسر هسته، اونا هیچ کار نمیشه دیگه. ظاهراً دیده می شود که بازماندگان این افسر جانباخته نیروهای پلیس تخار به دلیل مشکلات اقتصادی با چالش جدی روبرویند و خانم وی در این فصل سرما برای گرم کردن 16 فرزندش تنها برگ درختان را در اختیار دارد. هیچی نداریم، اینمی آشخانه هستند، یکان میده برگ قیدش جمع کردیم، اینمی آتش میکنیم، نه ازم داریم، نه خورداری داریم، هیچی نداریم. بانو شیما با قامت خمیده، دستان خالی و هزاران درد ناگفته سوی اطراف چهار دیواری های حولیش قدم میزند و ناله سر میدهد. فیلن خودم هستم دیگه، کسی نداره، کلش سیاسر هست. سیاسر چی جور میشد؟ مردینهش کلش میده میده، خودم مانده نمیخواه و طبیعه در اینا خزمت نکرد، در دولت خزمت کرد. همیشه کجاست در دم جنگ، همیشه کجاست در دم جنگ است. یه روز من ایدم که بگه که بیا اولادم به شما یک مترتکر نارده تنشان پرتا، یکش کمشان چیزی رو ندید. یعنی میتو ماندیم دیگه چی کنیم؟ آیا با حکومت درخواست کردی؟ حکومت برتون چی میگه وقتی که برشان از مشکلاتون میری نرف میزنین؟ باز برتون چی میگه؟ خود دولت بریم عرف بذاریم که کسی باخسازم نمیکنه دمو. یعنی میجا ما سیاسر هستم، خیلی جای رفتن نتانم دیگه نتانم. یعنی می توکل به خدا گفته شیشتیم دیگه. اینا فرزند خدا دست دادن اینجا، من استاد بشم، حرمت چوان، عزت چوان. در غیر صورت شهید سکتور دفاعی بیکست نیست، ما کسی هستیم که شکایت و انتقادهای بازماندگان شهدای نظامی پای سرپرست پلیس تخار را بدبانگ کشانده است. اکرام دین سره از کارمندان این بانک میخواهد تا با وارثین شهدا برخورد درست نمایند. چرا یک موی سفید، یک وارث شهید، پدر شهید، کوچه به کوچه، بالاخره بانک به بانک و ریاست به ریاست بگرده و حقوقش بارش پرداخت نشه. مشکل خاص ما شما بشه. شورای ولایتی و رئیس کمیته دادخواهی تخار نهادهای حکومتی را در راستای تطبیق قوانین افراد دارای معلولیت و به توجهی متهم میکنند. متاسفانه تازه توجه درست صورت نگرفته و اینا قشر آسیب پذیر و مستحقی هستند که اینا در سرمای زمستان برای خوراک خود هم چیزی ندارن و همچنان برای مواد سوخت هم چیزی ندارن و در هیچ طرز عملی هم اینا مستحق یک کمک شناخته نمیشن، که این قشر آسیب پذیر همیشه با فقر و گرسنگی دست پنجه نرم میکنن. برای از اینا هیچ برنامه از طریق دولت یا مؤسسات وجود نداره تا اینا هم باشه که در سرمای زمستان یک کمک ناچیزی هم که برشان شوه، حداقل امو مشکل ابتدایشون باید حل بسازه وجود نداره. امو امتیازاتی که برشان داده میشه، حق و حقوق قانونیشون هسته، امو برشان پرداخت نمیشه. ما از حکومت مرکزی هم خواهش میکنیم که در قسمت زیادی بودجه و تخصیصی از اینا توجه بکنن تا اینکه همین قشر فقیر و آسیب پذیر امو امتیازاتشون هم برشان داده شوه، خودش یک کمک بسیار کلان است در این شرایط امروزی. مشکلات معلولین یک از جدیترین و اساسی ترین مشکلی که معلولین با او همیشه روبرو هست، عدم تحقق تعهدات حکومت نسبت به
دقیقا تغییری وضعیت زندگی معلولین است. در بسیار ادارات قانون وجود داره، عملا ادارات مکلف هستند که برای معلولین باید عرضه خدمات بکنند، اما متاسفانه در بسیار ادارات قانون گذاشته شده در طاقهای بلند و مسئولین برای تطبیق قانون هیچگاه توجه نمیکنند. مسئولان در اداره شهدا و معلولین تخار با تایید شکایت افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا میگویند آنان در تلاشند به خواسته‌های بر حق معلولین و ورثه شهدا در این ولایت رسیدگی نمایند. کمبود تخصیص در وزارت محترم شهدا و معلولین سالیان متمادی است که وجود داشته، متاسفانه که تاکنون حل نشده و وزارت محترم مالیام متحد به ای است که در صورتی که تطبیق پروسه بایومتریک صورت بگیره ما تخصیص همه ساله پرداخت میکنیم. بودجه که نیاز بوده به سال 1399 21 میلیارد افغانی از جانب مقام محترم وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، از جانب پارلمان وزارت مالیه تقاضا شده، اما 13 میلیارد در اختیار وزارت شهدا و معلولین قرار گرفته و بر تخار در یک سال مالی 504 میلیون افغانی مقام محترم وزارت شهدا و معلولین در نظر گرفته شد بود که ما پرداخت‌ها را شروع کردیم. معلولین ملکی ما روند اول پرداختشان را گرفتین و همچنان به تعداد 7213 نفر روند اولشان را گرفتین. معلولین نظامی ما روند اول دومشان را گرفتین و همچنان از شهدای نظامی ما روند اولشان حقوقشان را گرفتین، روند دومشان به تعداد 1400 نفر از حقوق باز مانده و شهدای ملکی ما را برایشان حقوق نه روند اول پرداخت شده نه روند دوم. ما معذله را انتقال دادیم به مقام محترم و وزارت و همچنان به مقام ولایت و به نماینده های پارلمان این ولایت رسانیدیم که بزرگا برای ما وعده دادین که انشاءالله تخصیص براتان روان میکنیم. در زمانی که تخصیص از جانب مرکز مواصلت ورزه ما انشاءالله متحد هستیم که توزیع حقوق خود اجرا بکنیم. یک برنامه کلانی برای افراد دارای معلولیت داریم، یک پروژه پروگرام است البته که ما در چهار بخش کار میکنیم. باستوانی فیزیکی هست. در باستوانی فیزیکی ما ورکشاپ ارتوپدیک داریم که اعضای مصنوعی برای تمام معلولیت ساخته میشه، افراد دارای معلولیت ساخته میشه و همچنان خدمات فیزیوتراپی داریم که افراد دارای معلولیت از اونجا استفاده میکنن. در بخش باستوانی اقتصادی برای افراد دارای معلولیت قرضهای کوچک داده میشه و کورس‌های عرفوی برایشان دایر میشه. در 8 ماه اینا تحت آموزش قرار میگیرن، بعد قرضهای کوچک داده میشه تا اینا از لحاظ اقتصادی باستوان و توانمند شوند. و همچنان باستوانی اجتماعی است که افراد دارای معلولیت آگاهی های حقوقی دریافت میکنن، همیشه در برنامه‌های مختلف اینا شرکت میکنن و یاگایی ها را در قسمت حق و حقوق خودشان در سطح قریجات اینا دریافت میکنن و همچنان یاگایی ها توسط کارمندای محلی ما در دورترین نقطه ها به معلولین ما میرسیم. تنها در مرکز نیست، ما متمرکز در ولسوالی ها هستیم، در اوجه کارمندای ما میره و یاگایی دهی را بر از اونا میتن. به گفته برخی از کارشناسان تخاری، عامل همه بدبختی در افغانستان ادامه جنگ است. جنگی که در چند سال پسین در کشور هزاران کودک را بی پدر و هزاران زن را بیوه و بیشترین زیرساخت‌های این مملکت را به ویرانی مبدل کرده است. به باور این کارشناسان، تا زمانی که افغان‌ها با یک صدای واحد دست را به دست هم ندهند، به پیروزی و موفقیت دست نخواهند یافت. بله بیننده‌های عزیز تلویزیون ملی، این بود داشته های گزارش ما. تا گزارش های بعد شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز می‌سپاریم. اوقاتتان خوش. خدا نگهدارتان.